سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. توی این ویدیو قراره که ما با همدیگه بریم بازسازی کنیم بازی ایران و استرالیای کلاسیک، یعنی قدیم. و اما توی این ویدیو مهمترین محتوایی که هستش اینه که ما قراره با ایران کلاسیک بریم و از اون طرف استرالیای کلاسیک رو بگیریم. الان واسهتون سوال پیش میاد که ایران کلاسیک همون بازیکن هستن و چهرهشون درسته یا نه، و در جواب شما باید بگم که این پکی که من الان دارم و پیدا کردم لذت بخش ترین و دلچسب ترین آپشن فایل کلاسیکی بود که من پیدا کردم و توش تیم ملی ایران هم کیتش درسته، هم کیت دومش درسته، هم کیت اولش درسته، هم کیت دروازه‌بانش درسته، هم همه بازیکن‌های کلاسیک هستن. علیدایی هستش، نمیدونم خداداد عزیزی، نمیدونم علی پروین، یحیی گل محمدی، عابدزاده، همه هستن. و مهمتر از اینها اینه که چهرهشون دقیقاً، یعنی خیلی شبیه به خودشون، درسته که اسکن نشده هستش ولی خیلی، یعنی حالی میده بهتون بازی کردن با این تیم و امکان نداره که شما یه بار بازی کنید و دومین بار باهاش بازی نکنید. اما اگه که دلتون میخواد که این آپشن فایل رو داشته باشین، حتما باید این ویدیو برسه به 120 تا لایک و میدونم که قطعا شما میرسونید خیلی سریع، چون دلم میخواد که این رو سریعتر بهتون بدم. گذاشتم 120 تا، چون معمولی تونینه که 80 تا رو راحت میزنید. بنابراین 120 تا لایک رو بزنید که این آپشن فایل رو من آموزش نصبش و هم خود فایل رو واسهتون بذارم و راحت تونین نصبش کنین و ازش استفاده کنین. اما باید 120 تا لایک رو انجام بدین. قبل از اینکه بریم سراغ بازی، حتما من یه دور میچرخم چهره بازیکن‌ها رو بهتون نشون میدم. اما قبلش لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه که باعث انرژی و بریم سراغ ویدیو. خیلی حرف زدم. آقا همون جوری که میبینید من الان میخوام برم واسه خودم ایرانو بگیرم. الان واسه شما اگه این آپشن فایل رو نصب کنید واسهتون کلاسیک تیم‌ها رو میاره. من الان اینجا واسه خودمون ایرانو انتخاب میکنم، واسه اونم استرالیا همون جوری که بهتون گفته بودم. حالا واسه اینا هم میریم و استرالیا رو ور می‌داریم. خب بریم داخل. اول لباسا رو ببینیم، بیاره خیلی خوب شه. خب لباسا رو با هم دیگه میبینید که عین لباسای خودشونه و هیچ تغییر حتی کوچیکی نکرده. لباس 1 و 2 و لباس حالا تیمای دیگه هم هستش، و اینو بهتون میگم که تیمای کلاسیک دیگه هم هستن. حالا ایران و استرالیا فقط نیست، حالا برزیل و آرژانتین و پرتغال و هلند و بقیه تیم‌ها هم هستن واسه کلاسیکشون. و رونالدینیو هم که میخواین داخل این آپشن فایل کلاسیک هستش. بریم ما ترکیب با هم دیگه یه دستکاری بکنیم. من فقط ترکیب و حالا اینا سه تا میکشم عقب. آقای زرینچه اینو میارم به جای گل محمدی، چون یه بار من بازی کردم خیلی کیف داد بهم. اینو واسهتون گذاشتم که اگه شما هم دوست دارین، حالا 120 لایک اگه برسه قطعا اینو میذارم. و بیاریم اینو آقای استیلیو به جای نکونام بیاریم که این دی ام افش بهتره، بقیه هم باشن، داچلی هم باشه، مستوریان. و حل بریم داخل بازی ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. چقدر اون موقع اوورال بازیکنای ما زیاد بودش و خیلی هم خوبه. خب بریم تو بازی. بله وارد بازی میشیم در ورزشگاه حالا ملبورن ما تصورش میکنیم، و قراره که ایران با استرالیا بازی کنه. ببینیم که کی به کی میزنه و کی میبره. مهم اینه که کی میبره. خب به نظرم چهره ها رو دیگه بریم داخل خود بازی نگاه کنیم، چون فکر نمی کنم بذاره سرودینا نشون داده بشه. همین که عابدزاده چقدر قیافه شبیه خوش این گل محمدی. حالا من اسری از بازیکن ها رو نمیشناسم متاسفانه. حالا اشکال نداره، بریم داخل بازی. من استوب میدم با هم دیگه یه دور بچرخه نگاه کنیم. آقا برم داخل ریپلی و اینجا با هم دیگه ببینیم یه دور خیلی سری بازیکن ها رو با هم دیگه ببینیم. این عابدزاده است که دیگه قطعا میشه از چهره شناختش. اینم یحیی گل محمدی، حالا ایشون از زرینچه فکر کنم باشم. بله آقای زرینچه، ایشونم نمیشناسم متاسفانه. آقای پاشازاده. و اینجا هم که دیگه کریم باقری، خدا وکیلی خیلی چهره شبیشه. اینم آقای کی بودش، آقای داچلی فکر کنم باشه، داچلی منصوریان، نه نکونام، اشتباه کردم، نکونام. اینجا هم قطعا داچلی منصوره. آقای منصوریان این چهرهشو خیلی شبیه خودشون، درسته اسکن نشده. مثلا مهتاب کیا خیلی خوب درآوردنش، آقای علی کریمی رو خیلی خوب درآوردن نسبت به اینکه اسکن نشده است، و خداداد عزیزی، و اینجا هم علی دایی. خب آقا دیگه بیشتر از این من وقتو نمیگیرم، بریم سراغ بازی ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. آقا بازی شروع میشه، خیلی سرتون رو درد نیارم. کریم باقری بازی رو شروع کرده، یه پاس میندازه پشت مدافعین واسه که آقای علی دایی. علی دایی میره سراغ توپ، یکم تیمو میکشیم بالا، اشکال نداره. زرینچه میاد ضربه سر میزنه، و این رو بهتون میگم که تیم ایران خیلی قوی تر از اینیه که اوورالش نشون میده، چون من یه چند بار بازی کردم واقعا خیلی خوب بودش. یعنی راحت 6 هفته رو شما میزنید. این رو جا ابوالفضل بهتون تضمین میکنم که راحت میتونیم با تیم ملی ببره. خیلی حال میده بازی کردم با آشقای جوادان. کنم تیرک رو ول میکنه، میاد سراغ بازیکن ها، سانت انجام میشه روی تیر رو
وای گل رو خوردیم متاسفانه. من تا حالا من گل نخورده بودم توی تیم ملی کلاسیک، اما اشکال نداره پدرتونم در میاره. آقای کریم باقری، کریم باقری خیلی شوتاش قویه، یعنی سریع توپ مثل جت میره. حالا داچلی منصور حرکت کرده، داچلی میندازه روی سر خرداد عزیزی. حالا اونجا باید بیارم کریم باقری، کریم باقری یک شوت، واه یک شوت قشنگو کرش آقای کریم باقری و توپش از روی دستان دروازه‌بان به کرنر میره. خیلی منصوریان چقدر خوب بازی میکنه، من در تعجبم که منصوریان چقدر خوب داره بازی میکنه. حالا مطلبی که یکسان ترجمه میشه روی تیر یک و دوباره کرنر هست، نه اوت هستش، توپ اوت گرفته میشه و اونجا بازیکنان استرالیا بازی شروع میکنن. متاسفانه سن من قد نمیده و بازیکنان استرالیا رو نمیشناسم. حالا اونجا آقایون استرالیایی توپ رو میگیرن. حالا برو اما ماشاءالله پاسش رو میده علی دایی، باید حرکت بکنه، پاس میدن به علی دایی که نمیرسه متاسفانه به علی دایی. پاس پشت مدافعین، باید حواسشون باشه بازیکنان ایران. آقای مطلبی که اونجا نفوذ کرده موشک تیم ملی ایران، ماشاءالله بگو، ماشاءالله بگی توپشو دیگه. حالا یه تعریفی ازتون کردیم، حالا توپشو بگیریم گل دوم نخوریم. یا اول فاز ماشاءالله آقا آسیا توپ رو میگیره، احمد رضا عابد زاده بده وسط. ماشاءالله حرکت کن عزیزم، دایی حرکت کن. دایی خیلی خوب شوت میزنه، خیلی خوب، یعنی اصلا حرف نداره. میبرن به اون ور، خداداد عزیز دستشون رو میخونه، نمیتونه ضربه سر بزنه. حالا اونجا علی دایی و بقیه بازیکنان پرس رو انجام دادن، میان جلوتر، پرس باز میشه، میارن حالا به عقب‌تر و آفساید گرفته میشه. خیلی هم عالی که آفساید گرفته شد، ما باید گل بزنیم چون احساس میکنم آبروی تیم ملی رو داریم میبریم. پاس میدیم به وسط آقای نکونا، نکونام میبره به اون ور. کریم باقری چقدر داریم بعد پاسکاری میکنیم، نمیدونم چرا هول شدم میکنم. اوه اونو بگیر، داره میره. چقدرم برمول بکشیرش استفاده میکنن، یکمی قد بازیکنای تیم ملی ضعیف اینجا. بده بره، بده خودش بره، بده ماشاءالله، برو ماشاءالله، ماشاءالله. ای بابا آقای علی کریمی نتونست حرکت کنه، میارم به این ورتر یحیی گل محمدی. حالا از اونجا بعد یک سانت صورت بگیر، یک سانت بعد برسونه به دایی. ای بابا دایی نمیرسه، حالا میکشن زیر توپ. بازیکنان ایران یکمی قدش کوتاه، من همونجوری که گفتم. حالا میارم به این ورتر، آقای زرینچه حرکت کرده، سانت انجام میشه و ایران خوب توپو در میاره. میبرم به اونور به علی دایی، علی دایی میبره به علی کریمی، علی کریمی میاره به جناح چپ منصوریان، منصوریان به وسط‌تر، خود علی کریمی دایی پاسش رو میده. چقدرم بد پاس داد علی دایی، چی شد؟ ما که نفهمیدیم چی شد، ولی هرچی شد خطا به نفع ما شد. خب علی کریمی، نه علی کریم باقری، بابا علی ملکی اون بر خالی. آقای مهدوی‌کیا میبره به مهدوی‌کیا، مهدوی‌کیا توپو میگیره، باید یک سانت بکشه، سانت روی تیر یک که متاسفانه هیچ کاری نتونستیم ما انجام بدیم. یکمی تیم ملی کلاسیک بازی میکنیم، بعد احتراما رو حفظ کنیم و نمیتونی خیلی چیز میز بگی، از این جهت یکمی ویدیو گرفتن سخته چون اکثرا ناراحت میشن و ما باید احترام همه رو حفظ بکنیم. علی دایی پاس میده، خود علی دایی حرکت کرده پشت مدافعین، علی دایی خودش توپ رو میگیره، میبره به خداداد عزیزی. ای بابا ما گل چرا نمیزنیم، خیلی اصلا خورد شد. ماشاءالله داچلی منصور، داچلی منصور علی کریمی رو راه میندازه، علی کریمی سانت روی دروازه انجام میده، رو سر کی انجام داد؟ کریم باقری، باید شوتو بزنه، گله، 100% گل بود که متاسفانه گرفتش دروازه‌بان پدر سوخته. هیچ عقبیم، مهدوی کیا سان میکنه روی دروازه، میتونه بزنه تیم ملی. بیا خود مهدوی کیا، بیا آقای موشک. متاسفانه هیچ عقبیم و ما باید گل بزنیم. ای بابا من گل میزنم، حالا نگاه کن. ما دیگه شما رو تو واقعیت بردیم، دیگه تو پیاس نتونیم شما رو ببریم، خیلی دیگه من باید تفشهایمون رو آویزان کنیم. حالا اونجا میارم به داشالی، داشالی منصوریان پاسش رو میده کریم باقری، علی دایی پاس میده، به کی پاس دادش؟ حالا خداداد عزیزی بابا گل بخور دیگه، گل نمیخوره متاسفانه دروازه‌بان استرالیایی. من نمیدونم چرا قبل ویدیو به اینا هفت زده بودیم، یکی دو تا خورده بودیم، الان نمیدونم چرا اینجوری شده. مطلب کیا میگه چی روی دروازه؟ گله. ای بابا میبرن به اون ور. حالا خود نکونام به دنبال توپ میره، نکونام جوونیاش مش بلند بود، من یادم نمیادش. خب آقای کریم باقری پاسش رو میده، خودش حرکت کرده، نکونام یک سانتر، کریم باقری در آفساید هست و میخوره توی صورتش. من به نظرم یه سری با تعویض‌ها انجام بدیم. آقای فرهاد مجیدی رو میبرن به جای خداداد عزیزی. حالا نگین چرا فرهاد مجیدی جوابی، خدا عزیزی بالاخره آدم دیگه خسته میشه، بالاخره باید بیاریمش کیو داخل که به جاش سریعتر کار کنیم. ضربه سر اولو بزنیم، خوبه فرهاد مجیدی، بیا آقای فرهاد مجیدی. ای بابا آقای موشک به سراغ توپ میره، میکشن زیر توپ. اوه زرین چیکار کردی عزیزم؟ آقای زرین چه حالا به اونور میاره، چه اشتباه بزرگی رو انجام دادش آقای زرین چه. کریم باقری میادش اونجا بپوشونه، کریم یا ابوالفضل. آقای دی محمدی و من باید بیارم داخل، خیلی داریم بعد بازی میکنیم، نمیدونم چرا، شاید من کلاسیک کار نیستم، شاید مشکل از منه. همه اینها به یک شاید به اما و اگر مرتبط میشه. توپ رو بده به من، علی دایی پاسش رو میده برسونه به فرهاد مجیدی، از اون طرف باید حرکت کنه، پاسش رو میده این ور ببینم کیه، مرا کسی نیست، بده مجیدی. اما شده مجیدی شوت رو بزن.
دروازه‌بان پدر سوختهشون زاویه بسته هم میگیره، کثافت. گل محمدی، آقای گل محمدی، ضربه سر گل محمدی خیلی خوب بازی میکنه، اونور به علی کریمی، علی کریمی حرکت میکنه، پاس میدن به دایی، دایی از اونور میرسونن مهدوی کیا، مهدوی کیا حالا اونجا پاس رو میده، ای بابا که نشد بشه متاسفانه، برو دیگه آقای مهدوی کیا، پاسش رو میده از اون سمت، یه یک و دو انجام میدن، میان روی دروازه سانت، ضربه سر علی کریمی، کجا زدی؟ ای خدا، علی کریمی بیا بیرون، علی پروین بیا داخل، علی پروین اون موقع بودش نه؟ من به نظرم خیلی قدیمی میاد، اگه اون موقع بود باید کاپیتان میشد. که علی کریمی به بالای دروازه شتابان زد. حالا آقای یحیی گلمحمدی ناگهان چجوری سر میزنه، اصلا خیلی حال میکنم با سر زدناش. میرسونم به وسط، از اون سمت باید حرکت کنم، بازیکن تیم ملی یکم میداریم کند بازی میکنیم، میرسونم به مهدوی کیا، مهدوی کیا یه دریبل قشنگ، حالا از اون سمت یه سانتر قشنگ، ضربه سر گل توی دروازه، علی دایی گل به ثمر میرسونه. این تیم ملی ایران، خدا وکیلی الان حال میده یه گل دیگه هم بزنیم قشنگ بشه ملبورن. حسین کبی فکر کنم بود خیلی خوب بازی میکنه، اینم اگه به جای مهدوی کیا بیارین خیلی هم سرعتش خوبه هم سانتاشو، البته که مهدوی کیا خودش سلطان سانته، اما اشکالی نداره. بالاخره ما گل زدیم و 1-1 تازه مساوی شدیم، اما من میگم که ما میبریم 2-1. راستی نگفتم پیش بینی کنین، اشکال نداره، حالا مهم نیستش، مهم اینه که ما ببریم و یکم از علی دایی کمتر کار بکشیم بهتره. آقای گل محمدی یه ضربه سر قشنگ و خوشمل و به ثمر میرسونه، اونجا فرهاد مجیدی میره به اونور، چقدر بد پاس دادش فرهاد مجیدی، یک سانت خوب پشت مدافعین میتونن برسن بازیکنای تیم ملی، واسه ما اما شالله کعبیه نه یه چیز دیگه نباشه من اشتباه بگم، دین محمدی، خود کعبی، دین محمدی را میندازه، دین محمدی یه سر توپ اونجا میزنه، خودش اونجا توپو نگه داشت، کعبی بیا دیگه، کعبی را میندازه، چقدرم بد انداخت اونجا، سانتوشو انجام میده، هر جوری که شده دروازه ما میگیره. متاسفانه تاکتیکشون هم عوض میکنن، تاکتیک دفاعیشون رو عوض میکنن، بده بره ماشاءالله ماشاءالله. آقا کریم پروین میره وسط، تکلی هم میره پدر سوخته، داچلی میبره به اونور، یک سانت اونجا میخوان روی سر علی دایی، وای گل نشد که بشه، ثابت به سرش، یعنی آقای داچلی منصوریان بیا بیرون، آقای استیلی بیا داخل، خیلی خوب میشد اگه این گل میشد، علی دایی واقعا خیلی قشنگ بازی میکنه اینجا. هان اها برو توپو بگیر، برو توپو بگیر، برو برس لب خطو بگیر، یکی لب خطو فکر میکنیم ما ول میکنیم همینجوری. ایران ها، ایران کلاسیک، ایرانی بود واسه خودش. اول فصل عباس، یا اول فصل، یا اول فصل، آبادزاده رو خیلی خوب مثل خودش داره ورن، خیلی تکون نمیخوره ولی خیلی هم خوب توپ میگیره. من که دیگه نمیخواد یادودی عزیزم. خب آقای علی دایی ضربه سر عالیش رو به ثمر میرسونه، نمیدونم چرا فرهاد مجیدی هیچ کاری نمیکنه، این رو نمیدونم واقعا. کعبی ضربه سر رو میزنه، اشتباهی زدی آقای کعبی، برو برو بریم، برو بریم، بابا اونور نبره، اونور نبره، وسط نیاره، بابا اونو بگیر دیگه، 5 دقیقه زمان تلف شده باقی مونده، متاسفانه پنالتی کشی هم نداریم، اونایی که بگیره داره میره، احمد بکشم کامل جلو، کامل میکشم یورو گلو میزنه، خودت پاسو بده بهش، لب خط را بیفت، را بیفت دیگه، بابا بگی تو رو خدا بگیرش، ما دیگه نبازیم ها، یعنی منظورم اینه که مساوی فساوی نکنیم بریم، بابا تموم شد بازی که هیچ کار نکردین، متاسفانه مساوی کردیم و من نمیدونم چی بگم در قبال این مساوی. نظر من یه دست دیگه بزنیم، یه دست آقا سری، یه دست سری میزنیم، یه دست 5 دقیقه سری همین بازی رو اشکال نداره، 5 دقیقه همون نیمه اول، همون نیمه اول معلوم میشه آقا کی میبره، اون یعنی این اون ادامه اینه، نمیدونم متوجه شدین یا نه، نیمه اولشو بازی میکنیم تا دقیقه 30 بازی میکنیم، هر کی برد یعنی هر کی آره دیگه، تا دقیقه 30 هر کی گل زد یا هر چیزی ادامه اون حساب میشه دیگه. حالا ما بازی رو شروع میکنیم دیگه، ما نمیدونیم دیگه، این قانون ما گذاشتیم، میخواستین از هم اول استرالیا یا فکر کنین. آهان خدادادی خیلی خوب بازی میکنه، نمیدونم چرا بازی قبلی خوب بازی نکردش. ابوالفضل گل نخوریم، یا ابوالفضل بگیرش آبادزاده، ماشاءالله آبادزاده میکشه زیر توپ، علی دایی اگه برسه خوبه، علی دایی نمیرسه متاسفانه، جلوشو میگیرن، بگیر این رو، این رو بگیر، خدادادی بیان، ماشاءالله وسطو بگیر، وسط بگیر وسطو دیگه، میارن حالا به عقب‌تر، گل محمدی ضربه سرو میزنه یا که نه، باید سری دفع کنن توپو، اشکال نداره میزنیم به بیرون تا دقیقه 30، بیشتر وقت نداریم، اشکال نداره ما گل میزنیم آقا، اشکال نداره گلو میزنیم، اشکال نداره، برام پدرتون لعنه، یکی بگیره اونو، این کوتوله است، سر به سر نمیدن. آقای داشلی منصور میاره ولی دایی، علی دایی توپو نگه میداره، خود منصوریان باید حرکت بکنه، پاسش رو میده حالا اونور علی کریمی، پاس میده اونور به علی دایی که نمیرسه متاسفانه، علی دایی میاره حالا به عقب‌تر، دقیقه 15 ام بازی میرسیم، نباید انقدر من بازیو سری به اجرا میذاشتم، حالا اونور به علی دایی، علی دایی پاسش رو میده، خود علی دایی باید حرکت کنه، خداداد از این پشت مدافعین حرکت میکنه، اشکال نداره دیگه، اشکال نداره، میاریم به سمت مهدوی کیا، مهدوی کیا یکی بیاد کمکش، یکی بیاد کمکش، بعد دختو گرفتن، اشکال نداره، خوبه داشلی منصوریان، منصوریان میاره اونورتر، علی کریمی، علی دایی، علی کریمی پاس میده، علی دایی خودش حرکت کرده، پشت مدافعین واسش ارسال میشه، علی کریمی، علی دایی،
ای بابا بزن آقای دایی دیگه. خدا وکیلی یه قدم کم آورده بود، خیلی شانس آوردیم. بازی قبلی قشنگ ثابت به سرش مگر نه گل خورده بودین آقای استرالیایی ها. چقدرم به کشیرش استفاده میکنیم، ما هم قدمون کوتاه‌تر از اوناه. سوء استفاده، این جوانمردانگی بازی نیست. برو کریمی، کریمی برو. دایی میگیره توپو میرسونه داچلی منصور، باید حرکت کنه، میرسونم به داچلی. ای بابا یه می وضعیت اسفناک داره میشه، دفاع ما خالی شده. ابوالفضل بره گل خوردیم، شانس آوردیم. دقیقه 30 شد که اشکال نره، من تا 45 دقیقه میتونم آقای حسن آقا نمیدونم میتونم یا نمیتونم، اما دیگه باید انجام بدم بازیو. یا ابوالفضل گل نخوریم، گل نخوریم، گل خوردیم. هیچ آقا باختیم، هیچ تمام، هیچی باختیم. ما امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، گرچه که ما باختیم و نمیدونم چرا اینجوری شدش. اما شما لایک و سابسکرایب بکنید و اگه 120 برسه گفتم حتما میذارم اینو، خیالتون راحت باشه، هم آموزشش هم خود فایل، واسه هم کنسول هم پی سی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.